با سلام ها و درودهای گرم به شما بینندگان عزیز برنامه گفتگو با حماد شیبانی هستیم و نگاهی میکنیم به حکم دیوان بین المللی دادگستری در لاهه که عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل در حکم دیوان بین المللی اومده که اشغال اراضی فلسطینی توسط اسرائیل خلاف قوانین بین المللی است. این رو با رفیقمون حماد در میمزن. درود بر تو حماد جان. سلام میکنم به شما علی عزیز و به همه بینندگان تلویزیون برابری، در خدمتتون هستم. بالاخره بعد از بیش از 57 سال و شاید بیشتر دادگاهی بین المللی اعلام کرده که اشغال اراضی فلسطینی توسط اسرائیل خلاف قوانین بین المللیه و اسرائیل باید فعالیت شهرکسازی در کرانه غربی رود اردن و بیت المقدس شرقی و غزه رو متوقف کنه و به اشغال غیرقانونی خودش در این مناطق پایان بده. این در شرایطی از این دولت خواسته شده که قبل از آن دادگاه بر این حکم کرده بود که یک جنایت هولناک و نسل‌کشی در اونجا اتفاق میفته. چگونه میبینین این احکام رو، خصوصا این که دولت اسرائیل رو موظف کرده که در اسرع وقت قانونی به حضور غیرقانونی خودش در اراضی اشغالی فلسطین پایان بده؟ چگونه میبینین؟ ببینید، به نظر من این نظرات بیان شده توسط دادگاه در واقع همطور که میدونیم نتیجه بحث‌های بسیار عمیق و گسترده حقوقی که شاید ساعت‌ها و ساعت‌ها روش بحث شده و در واقع در دسامبر 2022 مجمع عمومی سازمان ملل بالاخره تونست با یک رأی بالایی از دیوان بین المللی تقاضا بکنه که در مواردی که شما ذکر کردین نظرات خودشو بده، یعنی مشخصا این که این اشغال اراضی در واقع فلسطینی به دنبال شکست عراق در جنگ 1967 که توسط اسرائیل صورت گرفته، سرنوشتش چی شده و رفتار اسرائیل در چارچوب موازین بین المللی چه معنایی میده. 15 تا قاضی در واقع به مدت 6 روز توی همون سال 2022 جلسات بسیاری با حضور 50 نماینده 50 کشور و 3 سازمان بین المللی که نظرات خودشون رو آوردن و مطرح کردن درباره تک تک مواردی که مورد بحث بوده و جدالی که سالیان سال از نظر حقوقی فلسطینی ها و تا حدودی هم کشورهای عربی و یا مجموعه به اصطلاح جهانی که به گونه در کنار حقوق مردم فلسطین قرار داشتن مطرح کرده بودن، اینا رو به بحث گذاشتن. مجدداً توی سال 2023، یعنی یه چند وقتی بعد از اینکه جنگ شروع شد، مجدداً 56 کشور گزارش‌های تحقیقی خودشون رو، چون به هر حال این کشورها باید به مردم خودشون پاسخ بدن که شما عضو سازمان ملل هستین، یک اتفاقی به اسم اشغال وجود داره، شکایت‌های مختلفی صورت گرفته و در نتیجه موظف هستیم از
اونهایی که چه در اسرائیل نمایندگی دارن و یا از طریق نهادهای حقوق بشری دسترسی دارن به منابعی که مستقیما میتونن اطلاعات جمع بکنن راجع به رفتارهای اسرائیل، در واقع اینها سخنرانی های طولانی داشتن، گزارشات خودشون رو اومدن و موضع‌گیری خودشون رو در قبال این اشغال بیان کردن که همه اونها مستند بر یک سری در واقع داده ها از یک طرف و یک سری قوانین که مورد توافق تمام کشورهای دنیا است. در واقع با توجه به این موضوع و اینکه این رأی مشورتی در واقع طبق تقاضای شورای امنیت هست که میبایست علی القاعده بر اساس این رأی مشورتی تصمیم گیری های آینده رو بکنه در قبال مناقشه یا دعوای بین اسرائیل و فلسطین، به هر حال کار خودشون انجام دادن و هرچی نزدیک می شدیم به زمانی که می بایست انشای رأی بکنه دادگاه، تهدیدهای آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی به اشکال مختلف متوجه قضات، وکلا و تمام اون در واقع کارمندای حتی دیوان عالی و در واقع دادگاه بین المللی بود که شما اصلا صلاحیت این رو ندارین که در میدان که بزرگان به اصطلاح دنیا خودشون رو صاحب اختیار میدونن اصلا اظهار نظر بکنین. به ویژه برای امریکا شکستش در به نتیجه رساندن مذاکراتی که در اسلو در واقع شروع شد و در یک فضای بسیار در واقع تحمیلی بر سازمان آزاد بخش فلسطین اون مذاکرات اسلو رفت و رسیدن به تشکیل یک نیمچه دولت در واقع خودمختاری در فلسطین و در قبال این تصمیم یا در قبال این توافق، فلسطینی ها در واقع نیمی از 40 خورده درصد سرزمین هایی که سهمشون میشد طبق قانون اصلا ازش فعلا گذشتن، یعنی در موردش بحث نکردن و حاضر شدن در اون 20 درصدی که اسرائیل هم توافق کرده بود که اینها رو میشه یه فکری کرد برای بعد از 5 سال، در واقع حتی اون رو امریکا عملا با بردن سفارت خودش به اورشلیم و پذیرش این نظر در واقع الحاق طلبانه، الحاق گرانه اسرائیل که تمام اورشلیم سهم یهود هستش، در واقع امریکا دیگه صحبتی به عنوان میانجی نداشت، طرف بود، در واقع یکی از طرفهای تحکیم این اشغالگری شده بود و عملا در واقع از اون زمان شروع به این کرد که فقط اگر دولتی میخواد تشکیل بشه در فلسطین باید با توافق با اسرائیل باشه و اسرائیل هم در آخرین روزهای قبل از تشکیل این جلسه ای که به انشاء رأی، قرائت رأی در واقع منجر شد، یک آخرین تر در واقع تیر رو به ترکش خودش گذاشت و به کالبد یا جسد بی جان اون اتفاق اسلو شلیک کرد و اون عبارت از این بود که با اکثریت قریب به اتفاق در کنیست یه مصوبه بسیار بسیار مهم اما در این حال احمقانه ای رو و خارج از تمام نرم های روابط بین المللی به تصویب رسوندن
که جلوی هر گونه، یعنی با هر گونه تشکیل دولت فلسطین در هر زمان دولت یهود مخالف هست. در واقع در چنین شرایطی این آخرین در واقع تلاشی بود که اسرائیل انجام داد، و مهمتر از همه این که گفت ما از دادگاه بوی ضد یهودی میشنویم و بنابراین ما به هیچ وجه خودمون رو ملزم نمیبینیم که هیچ گونه احکام دادگاه رو رعایت بکنیم. همون دولت این ادعا رو کرد که وزیر دادگستریش چند روز قبلش در یک تلاش مذبوحانه دیگه مدعی شد که شکایت هایی که از رفتار ارتش در غزه یا کرانه غربی صورت گرفته رو ما دولتی دموکراتیک هستیم، دستگاه قضاییمون از دستگاه اجرایی جدا هست، بنابراین خودمون اون شکایت ها رو بررسی کنیم. حتی دادگاه ارتش هم حکمی داد که گفت این شکایت ها باید مورد بررسی قرار بگیرد، اما هم مجامع بین المللی هم مردم فلسطین و هم این دادگاه کاملا در دادگاه لاهه در جریان بود که بیش از 3000 پرونده نقض حقوق بشر و تخلفات جنگی در چارچوب موازین بین المللی تقدیم دادگاه های رسمی اسرائیل شده و مطلقا هیچ کدوم به نتیجه نرسیدن. همه اینها در دست بررسی است. بنابراین چنین شرایطی واقعا کاری که دادگاه کرد فراتر از توقعات تمام نیروهای فلسطینی بود، حتی چون به هر حال مجموعه شکایت ها از شروع اشغال همینجوری روی هم انباشته بود، و در این مدت به ویژه با توجه به ریاست به اصطلاح این دادگاه که تونسته بود اصل بی‌طرفی رو خوب رعایت بکنه و هیچ گونه گزکی نتونسته بودن ازش بگیرن با همه قدرتی که بسیج کرده بودن، به تمام موارد رسیدگی کردن و اساساً مرزهای اسرائیل رو میشه گفت برای اولین بار در چارچوب مرزهای قبل از جنگ در واقع 6 روزه تثبیت کرد. این مهمترین نکته هست. یعنی به این ترتیب تمام اون توافقاتی که فلسطینی ها پذیرفته بودن که بخشی از سرزمین هایی که حقشون هست رو فعلا راجع به صحبت نکنن و رفته بود روی چارچوب بند 3 و جیم یا جیم و دال که معلوم نبود، یعنی بخشی مربوط به بیت المقدس شرقی بود، بخشی مربوط به کیبوتسایی بود که در داخل سرزمین های در واقع کرانه غربی ایجاد شده بود، و اینها همه رو در واقع یک جا به کنار گذاشت و گفت حق اسرائیل فقط در اون چارچوب مرزهای 1967 هست، و تمام اقداماتی که طی اشغال انجام داده اینها غیر قانونی است، الحاق طلبانه است، و همه اینها باید برچیده بشه. علاوه بر این خسارت های وارده، چون موارد متعددی هست، خسارت های وارده در اثر اقداماتی که شهروندای اسرائیل یا دولت و ارتش اسرائیل در این مناطق انجام دادن باید جبران بشه. جبران اینها یعنی اصلا بستن تمام راه‌ها به روی اسرائیل. اینها البته با همه اهمیتش انشای رأیی هست روی کاغذ، در شکل قانونی خودش قابل تنفیذ نیست،
قدرت اجرایی پشت این رأی نیست، اما از آنجایی که یک مرجع بالاتر شورای امنیت سازمان ملل متحد این تقاضا رو از دادگاه کرده و اونو موظف کرده و به این که بررسی کنه و نظرش رو بده قطعی که بر اساس اون بتونن اونها تصمیم بگیرن، پیامدهای این چه خواهد بود؟ متاسفانه چند نکته اصلی هست که باید بهش فکر کرد. مهمترین از اونها عبارت از وضعیت رهبری جنبش فلسطین که متاسفانه در بدترین شرایط خودش هستش. علاوه بر انشقاق به دو دستگی بین غزه و بین کرانه غربی، مهمتر از همه نمایندگی این در واقع مقام رسمی فلسطین به دست محمود عباس هست و محمود عباس اعتبار چندانی در میان فلسطینی هایی که در بویژه در غزه و حتی کرانه غربی و تبعید دارن نداره که بخواد در واقع نیروی عظیمی رو پشت خودش بیاره. به همین دلیل تلاش ها الان برای این روی این مسئله متمرکزه که چگونه میشه این نقطه ضعف رو خونسا کرد و یک کاروساز جدیدی رو برای رهبری جنبش فلسطین در چارچوب همون چیزی که موجوده، اصلاح سازمان آزادی بخش فلسطین به گونه ای که بتونه نماینده همزمان هم مقاومت باشه که مشروع هست این مقاومت از نظر قوانین بین المللی و هم نماینده در واقع فعالیت سیاسی باشه، این دو بخش رو بتونه متحدن در واقع هدایت و رهبری بکنه. این مهمترین مسئله است. مسئله دیگه اینه که در بین کشورهای عربی دولت‌ها، میشه گفت که دولت‌های مهم عربی اینها تعهداتی با آمریکا دارن و در شرایطی خودشون رو گیر دادن توی چیز که به دلایل مختلف از جمله خرابکاری های ایران جمهوری اسلامی در مجموعه شرایط منطقه که مطلقا نمیتونه در سبد منافع جنبش فلسطین اون رو به حساب بیاریم، اینها چیزهایی هست که بهانه هایی شده برای اینکه کشورهای عربی وحشت داشته باشن از اینکه آنچه امروز به عنوان مقاومت هست و ایران نقش مهمی در هدایت یا یاری رسوندن به اون به این صورت داره، بخوان در واقع موضع‌گیری بکنن به نفع فلسطینیا که ایران هم بتونه ازش بهره برداری بکنه. بنابراین علاوه بر ماهیت ارتجاعی خود اینا و وابستگیشون به امپریالیسم، این بهانه ها وجود داره و نقاط منفی هست. اما از اون طرف خواست عمومی مردم فلسطین به هر حال سازمان ها و جریاناتی که میشه گفت هنوز اعتبار معینی توی جنبش فلسطین دارن، از جمله جبهه خلق برای آزادی فلسطین، با صراحت تمام از حکم دادگاه پشتیبانی کرده و رو به شورای امنیت سازمان ملل و مراجع بین المللی و سازمان ها و نهادهای حقوق بشر تقاضا کردند که این رأی مشورتی رو ملاک قرار بدن. امروزه دیگه جهان اروپایی نمیتونه بگه ما خبر نداشتیم چه اتفاقی افتاده. بهانه برای در واقع همکاری به ویژه با به اصطلاح شرکت ها و مؤسسات مالی که در مناطق اشغالی تشکیل شده ندارن. اگر توجه بکنید حتی دولت آمریکا نیز برخی از به اصطلاح در واقع محدودیت ها رو یا تنبیهات رو نسبت به پاره ای از
رهبران اون جریان شهرت نشینی ها در واقع اعمال کرده و اعلام کردن. این البته یک فیگور ظاهری هست که چند روز بعد عملا اعلام شد که اینها رو از بین بردن، ولی خب از اون طرف در بخش مثبت قضیه وقتی نگاه بکنیم، بی تردید این انشای این رأی و صدور این رأی میتونه کمک بزرگی بکنه به جنبش سیاسی واقعا انقلابی که در سراسر جهان در کنار حقوق مردم فلسطین و در واقع در همه عرصه ها میشه گفت فشار داره میاره به دولت ها، و این میتونه تأثیر مثبتی روی انرژی دادن به این جنبش هام داشته باشه که من فکر میکنم شما به همه سوالای من در واقع به خیلی از سوالای من جواب دادید که من میخواستم در ارتباط با همین بگم، چون از سال 67 1967 میشه گفت پیش از 160 تا شهرک مسکونی برای 700-800 هزار یهودی در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی ساخته شده، یه دادگاه میگه که اینا غیرقانونیه، در این حال و همه بر غیرقانونی بودن این حملات و کشتار جمعی و نسل‌کشی مردم فلسطین در غزه تأکید میکنن، اما اسرائیل همچنان سیاست کشتار جمعی و واقعا که همونجوری شما در گفتگوی قبلی گفتین داره ادامه میده، یک قتل عام بی انتها در حال اجراست. در این حال ما همچنان به این کشورهای دولتهای مرتجع عرب باید نگاه میکنیم که نه فقط سکوت کردن، ولی بیشتر این سکوتشون واقعا یک همراهی با در واقع این سرکوب جنبش مردم فلسطین هست. تا حد زیاد اونا رو اینا به خیال به دست اسرائیل سپردن موقعیت رو، و حتی در مصر علارغم این که افکار عمومی در جهان غرب در جهان با مردم فلسطین همراه است و خوشبختانه دادگاه های این گونه مثل دادگاه بین المللی دادگستری لاهه و دیوان عالی علیه اسرائیل علیه این کشتار وحشتناک و نسل‌کشی حکم میدن، غیرقانونی میشمارن در واقع اقدامات اسرائیل رو در گسترش شهرک نشینی ها ویرانگری ها، خواهان پایان دادن و متوقف کردن این روند و باز در واقع خروج از همه این شهرک ها هستن و پرداخت در واقع خسارت به مردم فلسطین. اما میبینیم که این سیاست علارغم همه قطعنامه هایی که قبل از وتوهایی که ایالات متحده و بریتانیا به طور گسترده علیه همه قطعنامه ها علیه اسرائیل برشمردن، قطعنامه های همچنان هست که میگه که حقوق مردم فلسطین کجاست، دولت فلسطین باید کجا باشه، به رسمیت میشناسه حق مردم فلسطین رو، محکوم میکنه تمام این اشغالگری ها رو. اما ما میبینیم که این سیاست یک سیاست گسترده است. به قول شما اون تیر خلاصی که کنست بر هر گونه دولت فلسطینی میزنه و رسما دولت نتانیاهو اعلام میکنه که با هر گونه دولت مستقل فلسطینی، با هر گونه اختیار ملت خودمختاری و حق مستقل مردم فلسطین مخالفه، و در این حال حتی وزراش از این صحبت میکنن که اصلا معلوم نیست این فلسطین چه هست، فلسطینی اصلا وجود نداره و اینجا اصلا منطقه ماست، ما داریم پسش میگیریم از این از مردمی که اومدن اینجا رو گرفتن. نشان دهنده اینه که این سیاست یعنی این اعلام اعتراض ها مدام با یک نظم جهانی ستمگرایانه و وحشتناک رو بروه. شما از اون برم خب متاسفانه جنبش فلسطین در سطح رهبریش با دچار مشکلات خاصی که شما به درستی از موقعیت عباس گفتید و تلاش هایی که برخی ها میکنن، مثلا در چین قرار بود تمام گروه های فلسطینی جمع بشن برای که بتونن رهبری واحد یک چیز واحدی ایجاد کنن که بتونن در این مذاکرات بین المللی با اونها بتونن طرف مشورت و گفتگو قرار بگیره،
که متاسفانه مثل این که باز هم با مشکلات و چیزهای زیادی رو بروه. الان تو این شرایط که هست ما شاهد گسترده تر شدن جنگ در یک ابعاد دیگری هستیم. حمله به یمن و حمله حوثی ها به اسرائیل دو واقعی مهمه که در 24 ساعت گذشته اتفاق افتاده. این رو چگونه ارزیابی میکنید؟ گرچه حوثی ها مدت هاست کشتی ها رو میزنن و موشک پرانی رو از 7 اکتبر به بعد آغاز کردن به اسرائیل، اما زدن حیفا یک نقطه عطفی بود در این روند این موشک پرانی ها، و الان هم مثل این که با 3-4 تا دیگه موشک فرستادن برای اسرائیل و اسرائیل یک بمباران بسیار سهمگینی در یمن انجام داده که باعث کشته شدن ده ها نفر رو زخمی شدن ده ها نفر دیگه شده و ویرانی های بسیار. چگونه میبینید این رو؟ آیا این تجاوز رو چگونه میشه معنا کرد؟ من واقعیت اینه که صحنه جنگ یک از طرف اسرائیل نظم خاص خودش برش حکمفرماست، یه رهبریه فاشیستی اون بالا نشسته، تمام جبهه های مختلف رو زیر نظر داره و بر اساس سیاست واحدی که به هر حال یک اتاق جنگی وجود داره تصمیم میگیره با هر کدوم چگونه برخورد کنه. شما در نظر بگیرید ابعاد خسارتی که توسط این هواپیمای بدون سرنشین انتحاری یمنی ها به تل آویو وارد شد اصلا قابل مقایسه با اون شکست شدن هیبت اسرائیل در اثر اون به هر حال کارزاری که نمایشی هرچند جمهوری اسلامی راه انداخت قابل مقایسه نیست. یعنی میشه دقیقا اینو تأکید کرد که اگر پاسخی اسرائیل میخواست بده به ابعاد اون ضربه‌ای که از طرف جمهوری اسلامی به هر حال بهش وارد شد باید خیلی بیشتر از زدن یه سایتی میبود، در حالی که کار جمهوری اسلامی یک کاری بود که از روی نقشه با محاسبه و تونسته بود خبر بده و چون خبر داده بود امریکایی ها میتونستن ترمز اسرائیل رو بکشن، در این حال خدمات لازم رو بهش بدن و اونو مجبور کنن تو چارچوب روابطی که از نظر نظامی اونها تنظیم میکنن حرکت بکنه. واقعیت اینه که جریانهای مقاومت و حتی به ویژه در مورد یمنی ها اونچنان مستقیما زیر نظر و تحت فرمان تهران عمل نمی کنند که بخوای انتظار داشته باشید که طبق اون سیاست تهران عمل بکنند. ممکنه حتی پای ایران رو بدون این که واقعا به آمادگیشو داشته باشه بکشونن، همونطور که تا حدود زیادی ممکنه واقعیت داشته باشه که حماس درسته که همه کمک ها رو از ایران و امثال اون دریافت میکرده، اما میتونه عملیات خودش رو حتی با محاسباتی که الان دیگه روشن شده که توقع چنین انتظار چنین پاسخهایی رو نداشته در واقع انجام داده. هوتی ها در بنبستی قرار دارن که از این جنگ غزه بیش از حزب الله در لبنان برای خودشون مفری پیدا کردن که سری در سرها پیدا بکنن. واقعیت اینه که کاری که هوتی ها کردن، پاسخی که اسرائیل داده، پاسخ بسیار فراتر از اون چیزی هست که توقع می داشتن. به همین دلیل عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی وارد شدن، علی‌رغم این که احتمالاً یک کمک‌هایی کردن به
هواپیماهای نزدیک 20 تا 30 تا هواپیما در این عملیات شرکت داشتن. شوخی نیست که برای اینکه در بین راه سوخت‌رسانی می‌کردن. اینا نمیتونه خارج از آسمان هایی که بین این دوتا کشور هستش حرکت کرده باشه. بنابراین از اردن گرفته تا عربستان سعودی باید به گونه ای آسمان خودشون رو باز میکردن، چشم خودشون رو میبستن تا اینا حرکت خودشون رو انجام بدن. اما این کشورها الان وارد شدن و به تحت این چیز و این بحث که نباید گسترش پیدا بکنه و اگر گسترش پیدا کنه ابعادش ممکنه ایرانم بیاد، خواستار اینن که جمع بکنن. به همین دلیل در این حال که نمیشه کاملا عمل حوتی ها رو به دستور تهران دونستش، اما غیر مستقیم بدون جمهوری اسلامی چنین اقداماتی از طرف حوتی ها از نظر تکنیکی حتی امکان پذیر نیست. واقعیت اینه که اخباری که تو مطبوعات کشورهای عربی میاد اینه که حوتی ها تونستن بعضی از در واقع امور تکنیکی این هواپیمایی رو که به اسم یافا ثبتش کردن و در واقع جنراسیون چهارم نسل چهار پهبادی هستش که اصلش رو ایران، نقشه اصلش رو توی ایران به اصطلاح تدوین کردن و میسازن و در واقع به روسیه هم از همون ها فروختن. این نسل چهارم در واقع ادعای یمنی ها این هست که حتی انتخاب نام رو با مشورت در واقع مقاومت در غزه انجام دادن. به هر حال خودشون رو جزی از کارزاری که در غزه میگذره تلقی میکنن و از این نظر میشه گفت که افکار عمومی مردم خیابان در کشورهای عربی رو با خودشون دارن، بویژه با توجه به سکوت کشورهای عربی و دولتهای عربی در قبال کشتار مردم فلسطین که همین الان گزارشهایی وجود داره در کنار به اصطلاح مذاکراتی که برای ایجاد یک ناتوی عربی که میدونیم درست همزمان با اجلاس واشنگتنشون، اجلاس امریکاشون دفتری در اردن علناً برای اولین بار علنیش کردن که ناتو وجود داره. بنابراین وقتی ناتو وجود داره در منطقه، ناتوی عربی وجود داره، معنیش اینه که اسرائیل و سایر کشورهای که منتفع هستن از وجود ناتو میتونن از امکاناتش استفاده بکنن. بنابراین ما در این زمینه با یک مرحله جدیدی هم روبرو هستیم. اما واقعیت اینه که با توجه به درگیری های مختلفی که به ویژه امریکایی ها، و این مهم هست چون امریکا در رابطه با روسیه از یک طرف، در رابطه با چین به ویژه از طرف دیگه، و بعد مهمتر از همه این افتضاحاتی که در رابطه با انتخابات مرحله پیش رو، انتخابات امریکا هستش، نمیتونه بیگدار به آب بزنه و یک جبهه جدیدی رو باز کنه که خطر ورود روسیه هم تذکر دادن. کشورهای عربی مثلا عربستان سعودی در صحبتاشون به این خطر هم اشاره کردن که به هر حال یه جایی ممکنه روسیه برای در واقع کم کردن فشار روی خودش این بر اگر بخواد گسترش پیدا کنه و پای ایران کشیده بشه، که قطعا اگر ادامه پیدا بکنه وضعیت به این صورت ممکنه پای ایران بیاد. در هر حال اینا موانعی هستن که جلوی به اصطلاح اون فکر گسترش جنگ رو که تو کله نتانیاهو هست و واقعا براش هیچی مهم نیست، چون جامعه خودش رو آماده کرده برای این و مهم هست. به قول ایوا ایلیوز که یه نویسنده و محقق اسرائیلی هست، میگه توی اسرائیل از نظر استراتژیک
افکار مردم رو روی انکار واقعیت ها سازماندهی کردن و این انکار واقعیت در واقع دستکاری در دانش مردم اون جامعه است. نمونه بارزش اینه که حتی گرایشات اپوزیسیون و به اصطلاح چپ در کنیست به این حکم یا به این در واقع مصوبه رأی مثبت دادن که اسرائیل هرگز تشکیل یک دولت رو به نام فلسطین در هیچ کجای سرزمین در واقع عرض موعود به زن خودشون یهود اجازه نخواهد داد و این در واقع گرفتن نقاب از چهره لیبرال های دروغین در واقع که سالها چیز خودشون رو کالای دروغ خودشون رو به مردم فلسطین، مردم عرب و کشورهای عرب و جهان میفروختن. این ضد دموکراتیک ترین مصوبه در واقع نشون میده که اون وادی دموکراسی یا واحه تنها واحه دموکراسی که صحبتشو میکردن دروغی بیش نیست و این کشور زیر یک رهبری آپارتاید داره به سر میبره. دقیقا. من ممنونم رفیق ماد عزیز. به قول شما چهره اسرائیل نه فقط در این جنگ وحشتناک علیه مردم و غزه در این نزدیک به 100 سال اشغال سرزمین های مردم فلسطین، بلکه در همین صحبت هایی که نتانیاهو کرد که ملت یهود نمیتونه در سرزمین خودش اشغالگر باشه و این سرزمین ها دیگه نه سرزمین های مورد مناقشه بلکه سرزمین یهودی ها، سرزمین اسرائیل، و اونها تن به این قواعد نخواهند داد و در این حال داره همون سیاست به قول شما آپارتاید رو علیه مردم عرب، مردم فلسطین و داره به انجام میرسونه و نشون میده که و غرب هم چهره واقعا استعمارگر غرب هم در کاملا تو این جنگ بیش از هر چیز در جلوی چشمان مردم اومد. بمب های چند هزار پوندی که دولت ایالات متحده به اسرائیل داد برای نابودی خانه ها، نابودی یک شهر، نابودی یک منطقه ای که 2 میلیون انسان، 2.5 میلیون انسان درش زندگی میکنن و اونها رو هدف قرار دادن و تلاش های دولت های آلمان و فرانسه و بریتانیا و ایتالیا، استرالیا، کانادا که اینا همه رفتن پشت اسرائیل، نمایندگانشون رو در اوج این کشتارهای جمعی به اونجا فرستادن و همبستگی خودشون رو با این کشتار جمعی مردم فلسطین با نتانیاهو نشون دادن، نشون داد که چقدر ادعاهای دموکراسی طلبانه و ادعاهای حقوق بشری اونها واقعا دروغینه و واقعا جهان ما به یک نظم دیگری نیاز داره و بدون این نمیشه حقوق مردم فلسطین، حقوق مردم کشورهای دیگر رو در واقع به دست آورد. درود بر شما رفیق ماد عزیز و بینندگان عزیزی که خیلی ممنون از اینکه فرصت دادید که بار دیگر با هم باشیم. متشکرم. امید دیدار بعد.